تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث تو جلسات، تو هر جلسه ننشینیم، در جلساتی که آیات الهی مسخره گرفته میشه به قصد مسخره و تخطئه و اینها برگزار میشه، دست میندازن آیات الهی رو. حق ندارید تو این جلسه شرکت کنید، و یا اگر شرکت کردید متوجه شدید حق ندارید بنشینید، باید فوری پاشید، فوری باید پاشید برید. موضوع آیه اینه، آیه رو با هم بشنویم. آیه 68 از سوره انعام، از اول قرآن که شروع کردیم، هر آیه چند دقیقه تفسیر کردیم، الان رسیدیم جزء 7 سوره انعام آیه 68. بشنوید آیه رو. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. هرگاه کسانی رو دیدی که در آیات ما به قصد تخطئه کندوکاو میکنن، کاوش میکنن به قصد تخطئه، از اونها روی بگردون. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اعراض کن از اینها، تا که حتی یهود و فی حدیث غیره، تا مسیر سخن عوض کنن. یه جوری باید عمل کنی که موضوع بحث عوض بشه، دیگه آیات خدا رو مسخره نکنن، وارد مطلب دیگه بشن. حالا و اما ینسین نکش شیطان، اگر شیطان تو رو به فراموشی انداخت، یاد درفت باشی، نشستی حرفا رو گوش دادی، فلا تعود بعد از ذکر، بعد از تذکر. حالا یا اینکه کسی به شما تذکر داد که آقا اینجا نشستم گناه است، اگه کسی به شما تذکر داد یا نه، خودت متذکر شدی، دیگه باید فوری پاشی. فلا تقعد، حق نداری بشینی بعد از تذکر با افراد ظالم. یخوضون فی آیاتنا، خوض به معنای کندوکاو و گفتگو به قصد تمسخر و تحقیقه، نه برای فهم و درک. گاهی وقتی سوالی میکنن میخوان بفهمن، گاهی نه میخوان دست بندازن. مثلا میخواد این دست بندازه یه سوال علمی میکنه ازش، مثلا میگه این چیه، این میخواد سبکش کنه، میخواد تحقیرش کنه. گاهی وقتا یه سوال برای فهمیدن اشکال نداره، یه سوال برای دست انداختن اینها اشکال داره. اگر دیدید آیات خدا رو دارن دست میندازن، حق نداره بشینی، یادتم رفت نشستی بعد از ذکر، بعد از اونی که کسی به تو تذکر داد یا خودت متذکر شدی، فوری باید پاشی. خب یه سوال اینجا هست که میگه یونسیان نکه شیطان. یونسیان نکه به پیغمبر میگه اگر شیطان تو رو به فراموشی انداخت. میگه شیطان حریف پیغمبران میشه، میگه پیغمبران تحت سلطه شیطان قرار میگیرن. یونسیان نکه، اگر ای پیغمبر، اگر شیطان تو رو به نسیان فراموشی انداخت. میگه شیطان حریف پیغمبران میشه. این و اما یونسیان که اما یعنی و اگر، اما یعنی و انما، ان یعنی اگر، اگر، اگر که دلیل بر وقوع نیست. مثلا میگم اگر عمه من مرد بود، عمو بود، عمه که هیچوقت مرد نمیشه. مثل که میگه لئن اشرکت، اگر مشرک بشی عملت نابود بشه، یه اگریه. بابا به جوون میگیم اگر پیر شدی، خب الان جوونه، یه اگر دلیل بر نیست که کاری واقع شده. اگر باران آمد، اگر نمیدونم فلانی خونش رو عوض کرد، اگر اگر، این اگرها معناش اینه که این کار شده، یعنی بستر هست، پیشبینی، فرضه، فرض دلیل بر انحراف نیم. اگر بنده دروغ گفتم، اگر بنده بچه هم همه مردن، اگر شهرت من به این رفت، این اگر معناش اینه که این کار شده، فرضه، فرض کن که این کار شد چی میشه؟ خب لو تقول علینا، اگر یه حرف ناجور رو به ما نسبت بده، ما شارگش رو قصد میکنیم. اما اگره، در فارسی میگن اگر رو کاشتن سبز نشد. پس اینجا خدا پیغمبر میگه اگر فراموش، شیطان تو رو به فراموشی انداخت. بعدم گاهی وقتا به در میگه که دیوار بشمونه،
وقتی به پیغمبر میگه تو هم اگر فراموش کردی باد پاشی، یعنی چه؟ یعنی مردم شما دیگه حتما، یعنی به در میگه که دیوار بشنون. در سوره نساء 140 مشابه آیه اومده که اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ، اگر در یه جا دیدید آیات الهی مورد کفر و انکار قرار میگیره یا مکر میشه، فلا تقعدوا معهم، حق ندارید منتون جلسه بشینید، حتی یخوضوا فی حدیث غیره. یعنی این ماجرا که در سوره انعام آیه 68 اومده در سوره نساء آیه 140 اومده، یعنی مکرر اومده تو قرآن که مجالست با افراد نااهل ممنوع. روایت داریم امیرالمومنین فرمود مجالست الاشرار تورث سوء الظن والاخيار، با آدمای بد که میشینی نسبت به آدم‌ها خوبم سوء ظن پیدا می‌کنی، چون با آدم‌ها بر که می‌شینی میگن فلانی چه که فلانی چه که فلانی چه که، رد و یابت حق و باطل میگن، غیبت می‌کنن، تهمت می‌زنن، وقت شما از اون جزگی پا می‌شید سوء ظن پیدا می‌کنی. این آیه چی میگه؟ پیام آیه اینه که میگه آدم باید غیرت داشته باشه، تو اگر دین داری باید از مکتب دفاع کنی، اجازه نده به عنوان پیامک، به عنوان اس ام اس، به عنوان طنز مقدسات شما رو مسخره کنن. باید غیرت دینی داشته باشید. یه جلسه که مینه آیات الهی مسخره میشه پاشو برو، غیرت دینی لازمه. اعراض از بدیها یک رقم مبارزه منفیه لازمه، فاعرض عنهم. توجه و گوش دادن به سخنان باطل، دیدن و خواندن کتبهای گمراه کننده مورد مذمته. شاید هم که میگن که خوندن کتابهای منحرف کننده حرامه، به خاطر همین. البته یه وقت انسان حرف باطل رو گوش میده که جواب بده، کتاب باطل رو میخونه که رد کنه، اون اگر دانشمند بود و قدرت تشخیص داشت و توان بر رد داشت طوری نیست، مثل کسی که شنا میره که اینو نجاتش بده، اما اگر شنا بلد نیستی شما باید از دریا فاصله بگیری. اعلام براءت و محکوم کردن لفظی کافر نیست، باید به شکل عملی هم برخورد کنی. اعرض عنها، لا تقوا، نگو آقا من تذکر دادم، تذکر لبتکو خورد. اعرض، باید اعراض کنی. لا تقعد، حق نداری بنشینی. اگر در یه جلسه شراب میخورن نمیتونی بگی که آقا شراب حرامه، گفتار کافی نیست، یاش ظرف شراب باید برداری بری شراب دور ریزی، یا باید پاشی بری، نشسته در اون جلسه حرامه. ولو شما شراب نخوری، ولو شما تذکر لفظی و زبانی هم بده، تذکر لفظی کافی نیست. اعرض، در عمل باید اعراض کنی. لا تقعد، حق نداری بنشینی. خیلی خوب، به هر حال شرط تصدیف هم آگاهیه، چون اگر انسان میگه یونسیان نکه، اگر فراموش کردی آدم فراموش کرده، یادش رفته، آدم یادش بره روزه قضا بخوره، روزهش درسته، چون نمیدونست روزه، یادش رفت که روزه روش، نشست قضا خورد، بعد که قضاش خود متوجه شد روزه بوده، بازم روزش درسته. یعنی تکلیف تذکر میخواد، اگه کسی یادش بره اشکال نداره. خب آیه 68 هم تمام. پیام این آیه بود یک، هر مسلمانی باید غیرت دینی داشته باشه. دو، تو هر جلسه نباید بشینیم. سه، اگر داریم حرفای دری بری میزنن سکوت حرامه، تذکر زبانی هم کافی نیست، عملا باید اعراض کنی پاشی بری، باید موضوع بحث عوض کنیم. بله، در مواردی که طرف یه دانشمندیست که قدرت تشخیص داره میتونه حرفای دربلی بشینه و برای جواب دادن کتاب باطل رو بخونه برای که ردشو بنویسه، اون حسابش جداست. آیه 68 تمام، بریم سراغ آیه 69. و السلام علیکم و رحمت الله.